گوش رو برداشتی؟ وا. الو؟ الو؟ صدا چرا اینجوری میاد؟ بذار قطع کنم دوباره بگیرم. ها؟ بابا قد نکن درست شد. روزوه باز چی چپونده بودی تو اون ماسکت؟ به خدا تو اگه از کرونا نمیری از هزار تا درد و مرض دیگه میمیری. تو اصلا به استراتژی های دفع ویروس من چیکار داری؟ به من به تو میگم اینقدر نرو تو آفتاب بخواب سرطان پستان میگیری. من واسه ویروس کشی آفتاب نمیگیرم که، دارم بیچ بادی مو آماده میکنم واسه تابستون. شنیدم دیشب خونه یه ددکم کامبیزینا بودین، این دفعه با چه ترفندی از خونه کشیداتت بیرون. ترفند چیه؟ هلیا اصلا علی این برنامه ها نیست. یه کلمه برگشت گفت شوهر نازنینم میای بریم خونه داداشم کامبیز، منم گفتم بریم عشق من. کامبیزم که حتما این همیشه ان اخلاق. بابا کامبیز مرد از کامبیز نازنین تر تو دیدی؟ بمیرم واسه داداشم، تک افتاده بوده بین خانواده عروس. ای بابا این چه حرفی؟ این تفلک ها خیلی با من نایسن. من طلاق میخوام. راست میگه دیگه، مردی که بیشود خواهرم طلاق میخوام. موضوع چیه؟ مگه ما نیمده بودیم اینجا مهمونی؟ چکلی کامبیز جان خواهش کامبیز کامبیز میگم مثل این کامبیز جون امروز حالشو خوب نیست، بری یه رفت دیگه برگرد. بشی سر جد بچه ننه. این چرا همچی کرد آبجی؟ ترسید دادش کامبیز، اینم از مرد ما. ترس چی با؟ من فقط دارم احتیاط میکنم شما. میگم نکنه این از دو مردونی پیدا کردی. پس کلی گپ زد. یکی به من بگه من چی کار کردم که خودم خبر ندارم. دیگه جونامو به لبم رسوندی دادش کامبیز، پاک دیوانه شده. گفتیم بریم پیش یه روانکاو، بعد که آدمشون گرفت روانکاو برم زد. بابا من کی زدمش؟ اون بود که چرا بالی دویدی بیرون بری کمک بیاری، نشسته رو صورت من با مش میزد تو سر صورت من. میکشمت کسافت میشرم بانزله جون، اندر بیشرف میکشمت. جمعش کن ببینم اگه زده تو صورتت چرا کبود نشدی؟ بگو بگو روز بخان، جواب داداش کامبیزمو بده. بگو اینقدر تو ماسکت خرت و پرت چپوندی که یه تریلی هم از رو صورتت رد شه هیچی نمیشه. چرا شایعه درست میکنی؟ خدا داداش کامبیز انقدر چیز میز چپونده تو اون ماسکش، اگه الان بریزه پایین یه انباری خرت و پرت از توش میریزه بیرون. جون من چی تو ماسکت گذاشتی؟ این تم بمیره چی گذاشتی؟ چرا الکی بزرگش میکنی؟ من فقط خواستم مطمئن شم، فوت میکنم چیزی نمیاد بیرون. گفتم ببینم. نه پس این تو حلق توه، من دو روزه دارم دنبالش میگردم. من موندم تو چطوری خفه نشدی؟ بعد تازه میخوای بوتم بکنی روزه آخر سر با این خلبازیات خودتو به کشتن میدی. احمق، من با این لباس رفته بودم بیرون، گذاشته بودم بشورمش. خاک به سرم، لابا تو هم سکته رو زدی. خیلی خوب، خیلی خوب، کلی بازی در نیار، مسخره بازی تموم شد. اینا همش تو ذهن آدمه. خود من از اول قرنطینه تا به امروز هر روز دارم میرم بیرون، اتوبوس سوار میشم، مترو سوار میشم، از ولی میرم تا داونتاون رو برمیگردم، هر آشنایی هم میبینم به زور دست میدم و بغل میکنم. داداش شوخی میکنی دیگه؟
شوخی میکرد دیگه. آره بابا بچه شدی؟ آره اگه بچه نبودم که نمیشستم به این دریوری های تو گوش بدم. از دست تو روز و چاکرا هم به خارش افتاد. بای شوخی این کجا بود؟ دادش کافیست. ای من فدا شد. دادش خیلی دوست دادش شد. دادش من کرونا نده. دادش من کرونا نده. آخه حیف این هوای بهاری نیست، همه یه مردم چپیدن تو خونه. اینا همش توته است. اینا لابد میخوان یه واکسنی چیزی وارد کنن. این شایعه ها رو راه انداختن تا مردم رو سرکیسه کنن. آره چند وقت این حساسیت فصلیه شروع شده. دادش میخوایی بریم دکتر؟ آبجی هلیا شما دیگه چرا؟ مثل اینکه این نگرانی های شوهر مشنگت رو شما هم تأثیر گذاشته. مثل اینکه به اندازه کافی موزه هم کامیتی شدی. آره روزه جونه میخوایی کنی کار دارم کنی دادش کامیتی. روزه جون بریم. به خدا اگه بذارم بریم. ببین یه ساندویچ کالباس درست کردم. لا بلا خیارشور و گوجه باید بخوری. من کام بیجه ایشالا یه دفعه دیگه. خودتو لوس نکن دیگه. منو تنها بذاری هلی هم قول بده داداش که هم بیزم رو ببخشی. بابا حساسیته. این حرف رو نزن. بیریم دکتر. سندروم خوب شد. اون لباس خواب حریره که دوست داشتی رو بذار تو ماسکت. جنسش نرمه. آقا جان میگم حساسیت تبم ندارم. روزه داداش کامبیز کو زنگ میزنه نه ماما این تصمیم شرم میده میم بیرون. خب باشه الیو موز ها دارم نه احمق کروناییه میخورم برات. باشه حاضری؟ یک دو الان آمبولانس هم میاد. دو